آبتین آینه رو بالا میبینم در اتاق بیلوکس، این پیشگام بنیانگذاری که چندی پیش به ما پیوستن، شاعر و نویسنده. آبتین عزیز، اگر صدای من رو در اتاق بیلوکس دارید علامت بدید که 2-3 دقیقه شما با هموطنان صحبت بکنید. در ضمن خبر خوش که حداقل 1, 2, 3, 4, 5 حداقل 5 شاید تا 8-9 نفر دیگه عزیزانی که آماده هستن برای ثبت نام با شخصیت حقیقی در راه هستند. دو نفر فکر کنم امروز تموم بشه که فردا معرفی خواهیم کرد در تلویزیون پارس، و دوستان دیگه هم در راه هستند. حتی یه آقای امروز ایمیل زد فروتن خسته نباشید، من دارم میرم ایران پس فردا مادرم رو ببینم، سالهاست ندیدم، سنشون بالاست، برگشتم شخصیت حقیقی میام و غیره. خب ببینم آبتین آینه علامت دادی یا نه. من علامتی از آبتین آینه نمیبینم، شاید که دستشون اونجا بالا است یا صدای من ندارن. اگر کس دیگری در اتاق مایلن که صحبت بکنن در این چند دقیقه، او دکتر کیانزاد عزیز در اتاق پلتاک، درود بر شما، بفهمید دکتر کیانزاد گرامی که صداتون مدت هاست نشدیم، بفهمید، خواهش میکنم. دکتر کیانزاد یکی از سخنرانان روز یک شنبه خواهم بود در اتاق پلتاک. دکتر فروتن عزیز، دوستان گرامی، درود بر شما و افتخار میکنم که نمایندگیت حقیقی از پیشگامان نهاد مردمی با دوستان صحبت میکنم. من فقط امشب کوتاه خواستم اشارهی داشته باشم. البته بسیار خوشحالم که آقای امید امیدوار مسائلی رو مطرح کردند در رابطه با نهاد مردمی. فقط خواستم بیان نظرات ایشون رو در رابطه با سکولاریسم که یکی از اصول بنیادین و مهم 5 اصل نهاد مردمی است، یعنی سکولاریسم، باید گفت که این بیان یک کلیت اجتماعی و سیاسی است. یعنی مسئله ما مسئله اسلام نیست که بگوییم این سکولاریسم بیان این است که جدایی اسلام از سیاست، بلکه یک کلیتی رو بیان می‌داره. فرق نمی‌کنه، این میتونه اسلام باشه، میتواند دین زرتشت باشه، میتواند عرض شود که مسیحیت باشد، فرق نمی‌کنه. به طور کلی این مسئله که بریجه خمینی آمد مطرح کرد و گفت سیاست عین دین است و دین عین سیاست است، خب باید بگوییم که یک مجتهدین دیگری هم در تاریخ چند صد ساله گذشته هم بودن، دقیقا به گونه دیگری اندیشیدن. بنابراین منظور ما اینجا این نیست که بیاییم و بخواهیم به باورهای شخصی مردم دخالت در باورهاشون بکنیم. میگوییم هر کس هر باوری که داره داشته باشه، یعنی حتی اون اقلیتی که به گونه ای از نظام ولایت فقیه پشتیبانی میکنه، با در نظر گرفتن این که امروز اکثریت مردم ایران اگر میتوانستند آزادانه رأی و نظر خودشون رو بیان بدارند، خب میدونیم که مخالف این حکومت، یعنی حکومت ولایت فقیهی بودند، میباشند. بنابراین سخن کوتاه، مسئله اصل سکولاریسم از اصول 5 گانه بیان یک کلیت و مربوط به تنها اسلام نیست، بلکه تمام ادیان دیگری است. یعنی اینکه جدایی دین در جایگاه خودش قرار بگیره و حرمت خودش رو داشته باشه، اما جدا از سیاست باشه. من خواستم فقط در این مورد این اشاره رو کرده باشم. سپاسگزارم و گویانه رو رها میکنه. با تشکر از
دکتر کیانزاد عزیز، از توضیحاتی که فرمودید چقدر خوشحالم که صدای نازنین شما رو بعد از یکی دو هفته شاید هم بیشتر میشنوم و منتظر هستم که در سایتم همونجوری که در ایمیل صحبت کردیم آیدی برای من بفرستید و رنگ آبی به سبز در سایت تبدیل بشود و امیدوارم که هرچه زودتر از نزدیک دوباره خدمت شما باشم که مدت هاست نبودم. خب چند دقیقه وقت داریم منصور جان؟ 5 دقیقه؟ 4 دقیقه؟ اوکی اوکی. آقای آبتین آینه تشریف آوردن. آبتین جان ما حدود 3 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. خواهش میکنم در طول این 3 دقیقه، 2 دقیقه و 3 دقیقه صحبت بفرمایید که برنامه تموم بشه. بفرمایید آبتین آینه عزیز از اروپا. درود بر شما دوستان. من هم به آمدن هموند شدن امید و امیدوار به نهاد مردمی رو شاد باش میگم. امیدوارم براش آرزو موفقیت دارم. من با گفته های امید اندکی بیشترین میشود بخشی از گفته ایشون رو قبول دارم و گفته های دکتر کیانزاد در ارتباط سکولاریست جدای دین از سیاست صورت کلی درسته، ولی بحث آقای امیدوار در رابطه با خود اسلام بود. بی تردید اسلام دینی که از روز اول حرکت از سوی پیامبرش محمد همراه بوده با سیاست. یعنی اگر ما این دو بحث و دو بخش مختلف تقسیم میشه، یکی در رابطه با مسئله سکولاریسم یه چیز کلیت دکتر کیانزاد درست گفتن، در رابطه با اسلام قوم امیدوار من فکر کنم درست گفتم، بسیاری از مردم ما از این ماجرا میترسن و وارد بحث در رابطه با خود اسلام نمیشوند و گفتن اسلام سیاسی غلط، اسلام از اول سیاسی بوده. اگر بحثی در این باره بود من حاضرم در این بحث شرکت داشته باشم. من فکر میکنم که در رابطه با این بحث ها من اگر وقتی باشه 2 دقیقه شعری دارم به نام واپسین شکست، شاید من حرفامو در این شعر گفته باشم. این وقت هست من یه شعری بخونم برای شما، شاید تنوعی هم باشه در بحثمون. بله بفرمایید لطفا. وقت 2 دقیقه داریم آقای ایمان جان؟ بله وقت هست. واپسین شکست هنوز رخ از رخ داد، روی از روی داد نگشوده بودیم. آوای شکست قادسیه نخستین پیوستگی گسستی گسل گردید تا تازیانه تاراج بر اندام هر دام و دانه تاخته گردد. بام در دام فرو ریخت، تالار تیزفون در تیراژی تیرگونی سرنگونی تا راج تن و تندیست بر بار شتران بستند تا کاروان غنیمت جنگی را در پابوس سنگ سیاه بازاری بیارایند تا پریسه های پردیس میهن را در زیر رکاب شتران فرمان فرمانان کام نوش در درازای بیش از 400 بهتر از شیر مادر نوش جان کنند. پیش نزدیک واپسین شکست را پرین بنفش را در آونگاهی سگوش گوش برکشیدیم چشم بربستیم پیشوای خردمندش را در تالاری آبگینهی نگارهی کردند تا شیر کهن جوان سال در احمد آباد آرزوی آزادی را در خواب آفتاب به گور پرد. سپس را پرین سپید را سیاه آزادی را گرفتاری گرداندیم در پیشگاه هنگامه ها گوش آبیش آب شد گوش سیاه در فراز گوش سر کرنش گذار فرود آمد. سنگ سیاه آوای فرمان فرمایی را بر تن و تندی سرکوب گرداند تا پیشی پیشی تا پیشی پیشی نیانشان را در کام بنوشند.
بازم خدا از پیکر خیش برخاست، در پیکر دشمن بزرگ شد، میکده ها پر از دهکده، زیر زین مسجد مسلمانان چپ نما و چپ های مسلمان، بر پیکر پرده های پنهان، بر خاموشی فراموشی، همگونی را آوای پرکین، همگونی را آوای پرکین بداهنگ گردانیدند، تا خمره از مه جام از باده تهی گردد، تا رفتن بازگشتن یافتن ریختن پیوستن گسستن گردد، تا دیوان دین الله بدرآیند، دیوانها را بر دیوار بدار آویزند، دیدارها را بر تارهای عنکبوت بخشکانند، تا آبها برگردانند، خشتی گسترده بیابان بیکران گردد، تا امام بیابان سالار جنگ سالار جهانگیر جهاندار گردد، تا بازماندگان نیاکانشان دین ناب الله در شورستانها در آرزوی شیر شتر پی مشکی در آرزوی شیر شتر پی مشکی آب بگردانند، بدین سان نخواهد گردید، دیوان گشوده شده است، دیو زاده ها می گریزند، دیو در پشت دیدار دیروز شکسته شده است، رخ از رخ داد، روی از رو داد، با تشکر از آبتین آینه عزیز، چون وقت برنامه ما تموم شده اجازه بدید که من از تک تک شما عزیزان خداحافظی بکنم، شما رو به خدا بسپارم و فردا روز پنجشنبه ساعت 12:30 به ایران شناب بگم 12:30 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا از تلویزیون پارس. شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار، پاینده ایران. Bye-bye.